بانی که دنیای غرب که بگونه و نه دولت مدان اونها از این حال حمله وحشیانه و با اصف باری که با کشته شدن غیر نظامیان در جشنواره و فستیوال نوا که بیش از سه نفر در اونجا بودن قتل هم تجاوز و به حرم حریم شخصی نه فقط بلکه با تجاوز و گو پرو پخش مستقیم داشتن از این تجاوزها به, به, به ناموس دختران و زنان اسرائیلی آیا مفهومی دیگر میتونه داشته باشه برای درک اون آیا مفهومی از نظر الهیات سیاسی یا اسلام سیاسی که درک اون رو برای آنانی که اسلام رادیکال رو نمیشناسن داشته باشه و یک زیربنای فکری نیز داشته باشه از یک طرف اسلام سیاسی رادیکال رو اگه ما در نظر بگیریم که بر حال یک درام الهی اون رو بیایم و بیان بکنیم که در برابر چشمان ما میگذره میتونیم می بگیم تا چگونه به چگونه این قابل درک است که بالاترین ارزش ها از دیدگاه غربی ها من جمله اسرائیل که شیطان کوچک و بزرگ خوانده میشند حفاظت جان بیگون در بیمارستان تنها جنبه کوچکی میتونه داشته باشه در این درامی که در حال حاضر داره میگذاره به نام رستگاری و آنچه که مفاهیمی که غرب برای خودش از هومانیز اومده انتخاب کرده در مقابل آنچه که آنان یقین دارند و آنچه که به دیانت خودشون و به سادگی و بزرگ ارائه می دهند که به دنبال کشت و کشدار نیست هستم و تا چند میتونه در رابطه با ادراک واقعیت و معنای اون باشه با این چیزی در حال حاضر از نظر حملات بحشیانه نه فقط در اسرائیل این کار میتونه انجام شده حتی در یک هایی که کشورهای غربی نیست انجام شده اون رو با نزاکت سیاسی آمدند و به حال آمدند بگونید و پوشش از نظر مطبوعاتی به اون دادند وقتی که ما صحبت از معنا می کنیم محفوم می کنیم و تعلق می کنیم حال همچنین قدرت توجه اخلاقی رو تا چه اندازه میتونه در عمل ظالمانی داشته باشه در قبال آنچه که بیگناهان خوانده آنانی که به حال در این اسلام سیاسی رادیکال که گفته میشه چه پیامی رو به جهانیان میتونه داشته باشه یکی اینی که به حال شبکه تلویزیونی که توسط ابو مرزوق میاد و مقامات ارشد فلسطینی رو و حماس رو میاد باشون مصاحبه میکنه چه گفتند